لوقا فصل 11. روزی عیسی در محل به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فارغ شد، یکی از شاگردان به او گفت: خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده. عیسی به ایشان فرمود: هر وقت دعا می کنید بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کردند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگهدار. سپس به ایشان گفت: فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: ای دوست، 3 دانه نان به من قرض بده، یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من داخل شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم. و او از داخل جواب بدهد: مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و من و اولادم به رخت خواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان شلگی او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما می گویم، تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در برای شما باز خواهد شد. چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در برایش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا وقت تخم مرغ بخواهد گژدمی به او بدهد؟ پس اگر شما با این که خود خطاکار هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. عیسی یک روی گنگ را از شخص بیرون می کرد و وقت روی ناپاک بیرون آمد، مرد گنگ شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. اما بعضی ها گفتند: او به وسیله بعلزبول رئیس شیاطین ارواح ناپاک را بیرون می راند. دیگران از راه امتحان از او تقاضای معجزه آسمانی کردند. اما او افکار آنان را درک کرد و فرمود: هر سلطنتی که بر ضد خودش تقسیم شود رو به خرابی می گذارد و خانواده‌ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. همچنین اگر شیطان بر ضد خود تفرقه بیندازد، سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ به هر صورت شما ادعا دارید که من به وسیله بعلزبول ارواح ناپاک را بیرون می رانم. اگر من به وسیله شیطان ارواح ناپاک را بیرون می رانم، یاران خود شما به چه وسیله آنها را بیرون می رانند؟ آنان ادعای شما را رد خواهند کرد. اما اگر با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را بیرون می رانم، به یقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. وقت مرد زورمندی که کاملا مسلح است از قلعه خود نگهبانی می کند، دارایی او در امان است. اما وقت کسی زورمندتر از او به او حمله کند، او را از پای در می آورد و تیرها و زره را که تکیگاه او هستند می برد و داراییش را تاراج می کند. هر که با من نباشد بر ضد من است و هر که با من جمع نکند پراگنده می سازد. وقت روح ناپاک از کسی بیرون می آید، در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود. وقت جای را پیدا نمی کند می گوید: به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. او می رود و 7 روح بدتر از خود را جمع می کند و آنها همه وارد می شوند و جای می گیرند و در آخر حال و روز آن مرد از گذشتهش بدتر می شود. در حالی که عیسی صحبت می کرد،
زن از میان جمعیت با صدای بلند گفت: خوشا به حال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد. او متقابلا فرمود: نخیر، خوشا به حال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را به جا بیاورند. وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند، او به صحبت خود چنین ادامه داد: مردمان این زمانه چقدر شریرند. آنها معجزه می خواهند، اما تنها معجزه‌ای که به ایشان داده خواهد شد معجزه یونس پیغمبر است. چون همان طور که یونس برای مردم نینوا نشانه بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشان دیگری خواهد بود. در روز داوری ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنان را متهم خواهد ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود. و شما بدانید آن که در این جاست از سلیمان بزرگتر است. مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و بر ضد آنان شهادت خواهند داد، چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردند و آن که در این جاست از یونس بزرگتر است. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد، بلکه آن را روی چراغدان قرار می دهد تا کسانی که وارد اتاق می شوند نور را ببینند. چراغ بدن تو چشم تو است. وقت چشمانت سالم هستند تمام وجود تو روشن است، اما وقت چشمهایت معیوب باشند تو در تاریکی هستی. پس چشمان خود را باز کن، مبادا نوری که داری تاریکی باشد. اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد، وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغ نور خود را بر تو می درخشاند. وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از پیروان فرقه فریسی او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. فریسی با تعجب ملاحظه کرد که عیسی پیش از غذا دستهای خود را نشست. اما عیسی خداوند به او گفت: ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را می شوید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمق ها، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آنچه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همه‌اش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای پیروان فرقه فریسی، شما از نعنا و پودینه و انواع ادویه دیک می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما، شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می روند. یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت: ای استاد، وقت چنین حرفایی می زنی و ما هم بر می خورد. عیسی در جواب فرمود: بله ای معلمان شریعت، وای به حال شما نیست، چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم می گذارید و خودتان یک انگشت هم به آن بار نمی زنید. وای به حال شما که مقبره های پیامبران را که پدران شما کشتند می سازید و به این وسیله اعمال پدرانتان را تایید و تصدیق می کنید، چون آنان مرتکب آن قتل ها شدند و شما اینها را بنا می کنید. این است که حکمت خدا می فرماید: برای ایشان پیامبران و رسولان می فرستم، بعضی را می کشند و بعضی را آزار می رسانند، تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند، از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و خانه خدا هلاک شد. آره، بدانید که مردم این روزگار جواب همه آنها را خواهند داد. وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می دارید، خودتان داخل نمی شوید
و آنانی را هم که می خواهند داخل شوند نمی گذارید. وقت عیسی از آن خانه بیرون رفت، ملایان و فریسیان با خشم و غضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سوال پیچ نمودند و در کمین بودند که او را با سخنان خودش